سلام امیدوارم حالتون خوب باشه با یک گزارش پخش مستقیم دیگه در خدمتون هستیم میخواییم در مورد وعده های دولت جدید در صنعت خودرو با شما صحبت کنیم و ببینیم که این وعده ها چی هست و احتمالا در آینده صنعت خودرو چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه اتفاقاتی بهتره که بیفته چون هفته گذشته در کارزار انتخاباتی خیلی صحبت ها شد خیلی وعده داده شد و صحبت های زیادی هم در مورد صنعت خودرو شد خب ما اون موقع به دلیل شرایط انتخاباتی نمیخواستیم هیچ اظهار نظری کنیم الان که وضعیت مشخص شده میخوایم در مورد مسائلی که مطرح شد در خدمتون باشیم و برخی از موضوعات رو در کنار هم بررسی کنیم اما نکته‌ای که خیلی مورد توجه قرار گرفته توسط های پزشکیان و امیدوارم که روی حرف ایش رو حرفشون بمونن و بعدا حرفشون رو تغییر ندن در مورد واردات خودروهای دست دوم و واردات خودرو بود که ایشون گفتن که من کاملا به یک بازار رقابتی نظر دارم و واردات خودرو باید انجام بشه و باید بازار از این حالت غیر رقابتی خارج بشه البته باید صبر کنیم ببینیم که چقدر از حرفایی که ایشون زدن درسته هنوز نمیشه سار نظر کرد فعلا وعده ها رو میتونیم بگیم البته مخالفان ایشون به ایشون گفتن که دولت سوم روحانی هستند آی پزشکیان این موضوع رو رد کردند بازم باید منتظر بمونیم و ببینیم چی میشه واقعا آیا روی کرده دولت آی پزشکیان با دولت آی روحانی فرق میکنه بیایم از همینجا شروع کنیم که در دولت هشت ساله آیه روحانی چه اتفاقاتی افتاد و صنعت خودروی ما یه جورایی میتونم بگم چه بلایی سرش اومد در چهار سال اول ایشون خب مذاکرات برای برجام اتفاق افتاد و برجام به نتیجه رسید فرصت خیلی خوبی بود که شرکت های خارجی بیان در ایران کار کنند رنو حجم سرمایه گذاری رو در ایران افزایش داد خب بهترین محصولی که ما بعد از انقلاب در صنعت خودرومون تولید شدن نظر کیفیت تون در نوت هست خب تیراژش افزایش پیدا کرد قرار بود محصولات جدید رو بیارن ولی اتفاق که افتاد سازمان گسترش در دولت آی روحانی از فرصت به وجود آمده ای استفاده نکرد در شرکت های سایپا و ایران خودرو سنگ های اتفاق افتاد حتی سایپا به خاطر رابطه‌ای که با شرکت چانگان داشت و با شرکت برایلیانس داشت خط تولیدی که قرار بود واگذار بشه به رو واگذار نکرد و قراردادها خیلی عقب افتاد با پژو هم قراردادها خوب رفته بود جلو ولی خیلی کند داشت پیش میرفت وعده خیلی خوبی اسکانیا و مرسدس بنز داده بودن که به نظرم فرصت سوزی شد و اون فرصت ها از بین رفت و سرمگذاری ها انجام نشد حتی توی بخش حالا صنعت حمل و نقل و صنعت ریلی هم خیلی از کارها کند پیش رفت و اون فرصت برجام دست رفت حتی قراردادی که ما با ایرباس داشتیم هم درست پیش نرفت و خب میتونستن اون موقع هواپیماهی از ایرباس دریافت کنن ولی خب هواپیم خیلی بلند پروازانه نگاه کردن و مدل های جدید رو خواستند. و خب خیلی اعتماد کردند و داستان از بین رفت در صورتی که اون موقع ایرباس گفته بود که من حاضرم ایرباس 340 رو اون مدل هایی که دارم رو دوباره بازسازی کنم و در اختیارتون قرار بدم و سریع میتونم این اتفاق بیفته که گفتن نه ما هواپیمای ایرباس ای 350 رو میخوایم که بعدا هم ترامپ اومد و زد زیر میز برجام و همه چی به هم خورد خب وقتی که ترامپ اومد و زد زیر برجام و همه چی به هم خورد روی کرده دولت های روحانی واقعا بد بود بازار رو بستند جلوی واردات رو گرفتند و بزرگترین اشتباه اتفاق افتاد و بازار خودروی ما به این وضعیت افتاد من اینجاست که کم می ترسم اگر دولت های پزشکان برگرده به همون روی کرده دولت های روحانی ما واقعا با یک فاجعه دوباره روبرو برو میشیم ولی اگر بیان و بازار رو باز کنند اجازه واردات خودروهای دست دوم رو بدن بازار ما رقابتی تر میشه صنعت خودروی ما رقابتی تر میشه ایران خودرو سایپا شاید به خودشون یه کمی تکون بدن حالا بعد از دولت های روحانی در سه سال های رئیسی دولت های رئیسی هم صنعت خودروی ما بازارش انحصاری تر شد بیشتر به چینی ها امتیاز دادیم مدیریت خوبی در صنعت خودروی ما اتفاق نیفتاد پلتفرم های قدیمی کنار گذاشته نشدند و به وضعیتی رسیدیم که الان هست مصوبات مجلس انجام نشد جلوی واردات خودرو رو, رو گرفتن حالا واردات واقعی انجام نشد یه سری واردات محدود و بسته انجام شد سحب گذاشتن برای واردات و حالا جلوی دست دوم هم که گرفتن تا آخرین تا آخرین روزهای دولت ایشون هم اجازه واردات خودروهای دست دوم رو هم ندادند آی وزیر جملهشون خیلی معروفه که من از واردات خود رای دست دوم کهیر میزنم البته های پزشکی هم به اینکه ما چقدر حالا وضعیتمون خراب شده که بعد خود رای دست دوم وارد کنیم انجام دادم و در مورد ارث هم صحبت شد من میخوام همینجا بهتون نکته رو بگم ببینید واردات خود دست دوم مثلا کرولا یا کمری یا محصولات ژاپنی یا مثلا حتی همین ساندرو و داستر لوگان که همونتون در نود مدل های جدیدش با قیمت های مثلا بین 7 تا 15 هزار یورو یا مثلا نیسان قشقایی با 10 تا 15 هزار یورو مدل های 21, 22, 23 خیلی بهتر از و صرف منتاج صرفا منتاج خودروهای درجه دو چینی مثل محصولات چری تو بازار ایرانه ما میدونیم که ارزبری شرکت مدیران خودرو و چری در سال گذشته یکی حدود یک میلیارد دلار بوده شرکت های دیگه منتاشکار حالا اگه زفه میدیم چندین میلیارد دلار ما پول دادیم به چینی ها که به همون قطعات منفصله محصولات درجه دوشنو بدن که تو اینجا منتاج بشه بدون هیچ انتقال تکنولوژی خب اگه این چند میلیارد دلار رو خود روی دست دوم مثلا کرولا کمری می آوردیم میشد بالای ست هزار خود روی دست دوم خوب و با کیفیت وارد بازار کنیم با قیمت خوب چه بازار رقابتی این میشد و خود های ما مجبور بودن وضعیت درست کنن و خود چینی هم به حال مجبور شدن برنده خوبشون رو بیارن انتقال تکنولوژی بدن ولی هیچ کدام از این اتفاق نیفتاده خب بحثی که مطرح میشه بحث ارزبری آیه پزشکان گفتن که خب ارز رو مردم خودشون میتونن تخصیص بدن یا بخش خصوصی حرف درستیه ولی حتی اگر نگاه کنیم صنعت خودروی ما در بخش مونتاژ کارهای چینی ارزبری زیادی داشته و این ارز صرفا برای آوردن یه سری قطعات از چین بوده خب خیلی ها میگن خود خودروهای دست دوم وارداتی اگه بیان مشکل خدمات پس از فروش میخورن مشکل قطعه میخورن سوال بزرگ اینه خب یه محصولی مثل کرولا که میلیونی تولید شده و قطعاتش در همه جای دنیا هست تامین قطعش سختره یا مثلا یه محصول کم چری که یا کم حالا یک زیر مجموعه چری در بهمن مثل ریسپکت که کلا چند ده هزار دستگاه ازش تولید نشده و اوردن قطعاتش هم خیلی در سر داره و احتمالا در سالهای آینده قطعاتشون سخت گیر میاد خب قطعا کرولا راحت تر میتونیم بیارین همین الان اگه بریم توی بازار خودرو ایران میبینیم که مثلا یه گیرباکس یه موتور خودروی چینی رو خیلی سخت و گرونتر از یک خودروی تویتا نیسان یا کیا میتونید گیر بیارید یعنی ما چیکار کردیم بازار رو دو دستی تقدیم چینی ها کردیم خب در دولت اول های روحانی برای رنو یا پژو اجبار گذاشته بودن که باید ساخت داخل بالا داشته باشن انتقال تکنولوژی داشته باشن خط جدید بیارن و پلتفرمش هم دانش رو انتقال بدن همین الان این ریرای که امروز مراسم تستش بود حاصل انتقال تکنولوژی پژو به ایران خودرو و اون پلتفرمی که پژو داد به ایران خودرو هم در مورد تارا و هم در مورد ریرا و هم احتمالا در مورد تی 21 و بهترین محصولی که ما در صنعت خودمون داشتیم حاصل انتقال اون تکنولوژی قطع ساز و جهشش حاصل انتقال تکنولوژی رنوه حتی در لاستیک ساز افزایش تکنولوژی که داشتیم یک رده به خاطر این بودش که رنو فشار آورد خب چینی ها چی کار کردن؟ چین های خط تولید جدیدی آوردن خب خیلی از این بلاگر هایی که نزدیک به این خودروساز های چینی هن باشون سفر میرن اینا میرن مثلا تولید مثلا تو چین رو نشون میدن میگن ببینید اینا چقدر مدرنن چقدر خوبن ولی نمیگن که خطوط تولید اون چینی ها در بازار ایران افتضاحه خطوط تولیدشون رو با گاری دارن ماشین این برون بر میکنن وقتی سیلمه در سقفشون آب میاد تو در خالی که دلار گرفتن میلیاردها دلار در این چند ساله کول گرفتن این چینی ها نه دانش فنی انتقال دادن نه خطوط تولید مدرن آوردن ایران نه هیچ پلتفرمی به ما دادن نه هیچ موتوری به ما دادن تو این همه سال تو این حالا سه سال آی دولت رئیسی و چهار سال دوم روحانی تو این هفت سالی که چینی ها در بازار ایران ترک تازی کردند آیا انتقال تکنولوژی دادن هیچ محصول جدیدی تولید نشده یک سری پلتفرم درجه دوشون آوردن دادن به ما و مننت گذاشتن در بخش واردات خودم هم چند تا محصول وارداتشون آوردن به ما حالا فروختند چندین برابر بازار جهانی خب پس میبینید که چقدر اتفاقات بدی در صنعت خودروی ما افتاده و تقریبا میتونم بگم بیشترش برای استراتژی غلطی بوده که دولت دوم آی روحانی و دولت آی رئیسی داشتن در مورد خودروسازان چینی استراتژی غلطی که در مورد خودروهای برقی بدون توسعه زیرساخت رفتیم و دیدیم هیچ نتیجه هم نگرفتیم علیکی باز یک سری پول از ایران خارج شد ببینید چینی ها موجودات عجیبی هستند وقتی که بازار انحصاری بهشون بدی پدر ساب بچه اون کشور رو در میارن و واقعا استعمارشون حتی بدتر از استعمار بریتانیا است چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر ما بازار انحصاری بهشون دادیم و اونها میدونن که ما به غیر از اونها کسی رو نداریم و حالا داریم ما حالا طبق گفته های پزشکیان داریم نفت و بهشون ارزون میفروشیم اونا جاش دارن به ما کالای بنجلشون رو میدن و از این بدتر دیگه در مورد چینی ها وجود نداره ببینید چینی ها انقدر خطرناکند که الان در بازار اروپا و آمریکا برای اینکه جلوی دمپینگ یا فروش ارزان قیمت چینی ها رو بگیرن دارن تعرفه میذارن چرا چون چینی ها وارد یک بازار میشن با قیمت های ارزون اون بازار رو میشکنن اگه بازار رقابتی باشه و بعدش که اون بازار رو به دست آوردن و تولید کنند ها به این بردن شروع میکنن قیمت ها رو میبرن بالا یه مثال براتون میزنم در سال 1390 من مدیر مهندسی شرکتی بودم که داشتیم روی خودرو کار میکردیم ما قرار بودیم محصولی بیاریم و موتورش قرار از مرسدس بنز بگیریم ما اون موقع مثلا از مرسدس بنز قیمت موتور رو گرفته بودیم مثلا حدود 4 میلیون اون موقع چینی می اومد به ما میگفتش که من حاضرم یه موتور بدم با همین قدرت ولی مثلا قیمتش یه میلیون به محض اینکه اوباما تحریم اول رو گذاشت و بازار خود روی ایران رو اون بلا رو سرش آورد خب مرسدس بنز گفت من به دلیل تحریم ها نمیتونم بهتون موتور بدم و چینی روز روز بعدش که فهمید ما حالا دیگه بهش محتاجیم قیمتش رو از قیمت موتور مرسدس بنز برد بالاتر این بلاییه که چینی ها تو بازار انحصاری میارن سرمون. خب خیلی از دوستان بلاگر ممکن حتی بگن مثلا اروپا و بگن وای ببینید اینجا مثلا من یه دونه خودروی چه میدونم چری رو شکار کردم اولا که خیلی تعدادش کمه دوما اتفاقی که داره میفته توی بازاری مثل بازار اروپا یا حتی بازارهای ما مثلا هاشه خلیج فارس گارانتی ها رو خیلی گارانتی بالایی میدن 7 سال گارانتی میدن از دم قسط میدن با قسطای طولانی مدت به کاری میکنن که مشتری بیاد و خودرو رو بخره آیا در بازار ما هم این اتفاق میفته ما همین الان در مورد برخی از این شرکت های چینی میتونیم که اومدن خودرو مردم ثبت نام کردن و یک سال گذشته هنوز بهشون محصول ندادن پولو گرفتن محصول هم نمیدن حالا ما داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ داریم در مورد محصول صحبت کنیم که اصلا وارد بازار اروپا و آمریکا و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیشه و اگر هم بشه با قیمتی ارزونتر از چین میان میدن. نه به قیمتی گرون تر از چین ببین چینی ها اگر بازاری رقابتی باشه با دمپینگ وارد میشن با شرایط وارد میشن ولی یک بازاری انحصاری باشه مثلا ما کمال سوء استفاده رو میکنن چین ها چیکار کردن به عنوان مثال شرکت چری درست خطوط تولیدش تو این 4 5 سال خیلی توسعه داده و اینا ولی خود تولیدش آیا در ایران هم توسعه پیدا کرده آیا به ما دانش فنی داده آیا در مورد شرکت بهمن انتقال دانش فنی صورت گرفته در مورد پلتفرم و موتور آیا در مورد مکس موتور این اتفاق افتاده آیا در مورد تمام این چینی هایی که اصلا کرمان موتور ما انتقال دانش فنی خاصی از سمت چینی ها داشتیم آیا خطوط تولید خوبی برامون آوردن آیا حتی در حد همون پژو و رنو که بهشون میگفتیم استعماری عمل میکردن عمل کردن پژو رو ما میدونیم که دانش فنی پلتفرم پژو 2008 رو داد به ایران خودرو ساخت داخلش هم تا 30 درصد اول شروع کرده بود در مورد تون در 90 میدونیم که سوابق ساخت داخل 50 درصد شروع کرده بود و انتقال دانش فنی داده بود در مورد مثلا موتور ef 7 میدونیم که ما رفتیم و از شرکت های آلمانی انتقال دانش فنی گرفتیم ولی آیا یک مورد داریم که در مورد خودروهای چینی اتفاق افتاده باشه به نظر من چین ها خیلی خطرناکتر از غربی ها هستند اگر بهشون انحصار بدیم یه حرفی که حالا من یکم کم امیدوار میکرد در مداری پزشکیان بعد ببینیم البته عمل میکنن یا نه اینه که گفتن ما سعی میکنیم بر اساس منافع ملی با شرق و غرب حالا مذاکره کنیم و حالا تبادل تجاری داشته باشیم اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه ولی اگر دوباره دولت دوم آی روحانی تکرار بشه وحشتناک میشه چرا که ما نه اروپایی ها رو داشتیم و نه از این سمت رفتیم سراغ چینی های درست حسابی حالا من صبر میکنم دوستان اگر سوالی دارن همین بین مطرح کنن تا من در مورد باقی موضوع هم باهاتون صحبت کنم یه موضوعی هم که البته حالا تا سوالاتون رو مطرح کنین در مورد پلتفرم گفته شد اینی که اگر پلتفرم تیراژش میلیونی باشه خودروسازهای سازهای ما میتونن خودروی با کیفیت بدن سوال مگه تولید پژو 405 و پلتفرمش میلیونی نبوده ما دنا رو داشتیم سورن رو داشتیم سمند رو داشتیم پژو پارس رو داشتیم و فکر میکنم بالای 10 میلیون از این پلتفرم تولید شده چرا ایران خود کنارش نمیگذاره به این راحتی پس بحث تیراژ تولید واقعا نیست مگه تیراژ تولید تیبا و پلتفرم تیبا بالای 5 میلیون نبوده چرا سایپا نمیذاراتش کنار مگه پلتفرم جدید ندارن خب الان سایپا یه پلتفرم داره مثل شاهین ایران خود پلتفرم داره پلتفرمی که حالا به خودشون تارا پ 2008 که حالا همون ریراس یا TF اف 21 که حالا نسخه کوچیک درشه خب میتونن کلشو ببرن اون قسمت 500 هزار تا در سال تولید کنن در عرض 10 سالم از نظر استهلاک تولید در میاد پس چرا این کارو نمیکنن ببینید مشکل اصلا حجم تولید از یک پلتفرم نیست مشکل اینه که بازار انحصاریه و اینا دوست دارن بیشترین سود رو ببرن و توی بازار انحصاری دلیلی نمیبینن خود روی خوب بدن دست شما اگر واردات خودرو اتفاق بیفته و خودروی دست دوم ژاپنی یا اروپایی یا کره رو شما بتونید با قیمت محصولات ایران خودرو یا محصولات سایپا یا محصولات چینی که در بازار خودرو ایران هستن بخرید ایران خودرو سایپا اون وقت مجبور میشن محصولات خودشون رو توسعه بدن انقدر تارو مشکل نداشته باشه محصول پرچمدار ایران خودرو الان مشکل ترمز داره ماشین ترمز نمیگیره خیلی وحشتناکه محصول پرچمدار سایپا شاهین ما در سال جدید چند مورد گزارش آتیسوزی داشتیم محصول دیگه پرچمدار سایپا اطلس پلتفرمش هنوز تیبا موتورش هنوز هیسوپابه اینا درد داره واقعا ریرا چند سال طراحی شده هنوز که هنوز ما داریم صحبت میکنیم که این خودرو هنوز مشکلات منتاجی داره و وارد بازار نشده تازه بعد ببینیم, ببینیم وقت، وقتی وارد بازار شد چه اتفاقی میفته اینا به خاطر چی؟ اینا به خاطر بازار انحصاری اکسل خودروی چری همزمان تو ایران و مالزی در میره در ایران میان رسانه ها رو تهدید میکنن یک ماه طول میشه طول میکشه تا فراخوان بدن بعد از حالا قطع تولیدشون همون روز اول در مالزی میاد و بیانیه میده و چری از مردم معذرت خواهی میکنه چرا چون بازار مالزی بازار رقابتیه بازار ما بازار رقابتی نیست محصولی که الان همه دارن میگن وای چه محصولاتی آورده بهمن محصولات وارداتی بهمن شما میرین میبینید تو کشورهای حاشیه خلیج فارس خریدار نداره محصولات پرچم داره چری تو کشورهای حاشیه خلیج فارس خریدار نداره با گارانتی بالا با فروش از دم قسط با قیمت های پایین چرا کشورمون رو اینجوری کردیم و مردم رو داریم اذیت میکنیم خب مگه چند هزار نفر دارن در شرکت های منتاش کننده چینی کار میکنند تازه ما کلی گزارش از همون کارگرا داریم که وضعیت کارشون خوب نیست فشار میارن به عنوان مثال تو کرمان ما گزارش داریم که چینی ها انقدر به اینا فشار میارن مشکلات بسیاری پیدا کردن آیا به اون کارگر حقوق خوبی میدیم خب کارگر که جوشکار خوبیه تراشکار خوبیه کارگر فنی خوبیه قطعا اگه اون مونتاژ چینی هم نباشه جای دیگه میتونه کار کنه ولی ما داریم چی کار میکنیم داریم بازار خودروی خودمون رو دو دستی تقدیم چینی ها میکنیم و مردم خودرو خودمون رو عذاب میدیم مصرف سوخت رو میبنیم بالا ایمنی رو میاریم پایین و یه سری آدم این وسط حالش میبرن دیگه اون دلاله دلاله تحریم داره حالش میبره اون بلاگری که میره چین داره حالش میبره ولی مردم بیچاره چی داره پدرشون در میاد امیدوارم آقای پزشکیان تو این زمین های تحول ایجاد کنن مدیریت سه ساله اخیر در ایران خودرو و سایپا اصلا خوب نبوده میبینیم که محصولاتی که تو این سه سال قرار بوده ایران خودرو سایپا بدن وارد بازار نشده آریا هنوز وارد بازار نشده ریرو وارد بازار نشده تارا مشکل داره شاین همچنان مشکل داره پلتفرم های قدیمیشون همچنان داره تولید میشه قرار بود پژو پارس رو کی متوقف کنن الان تازه به زور متوقف کردن حرف از این هست که دوباره تولید نیسان وانت ادامه داشته باشه همه اینا نشون میده که مدیریت صنعت خودرو ما غلطه و حالا هر دقیقه مدیر اوتومیشون زنگ میزنه تو رو خدا این کارو بکنید تو رو خدا اون کارو نکنید حالا سعی میکنن اولش یه جورایی با طور خدا بعدش با شکایت بعدش با تهدید سعی میکنن بازار چارت رو چهار تا رسانه هم ببندن و این واقعا وضعیت افتضاح صنعت خودروی ما رو نشون میده و این مدیریتش مدیریت چند ساله نه دولت آیه دوم روحانی نظر مدیریت صنعت خودرو مدیریت خوبی داشت نه دولت آقای رئیسی باید واقع باشیم و ببینیم حالا این پزشکان میتونه در زمینه صنعت خودرو تحول ایجاد کنه اگر در به همون پاش نمیچرخه و باز بگن ارز از این مملکت خارج میشه و نمیدونم ما شهنمون خودروهای دست دوم نیست و واردات نشه کارگر حمایت بشه اینا هیچ اتفاقی نمیفته همین روند هست خودروساز داخلی به خودش این اجازه رو میده که هر جوری خواست خودرو تولید کنه خودرو ساز چینی هم هر محصولی و با هر تکنولوژی وارد بازار رو میکنه یه هم به اون میزنن میرن پی کارشون. خب بزنیم ببینیم دوستان چه سوالاتی کردن یه هم حرف زدن چرا قیمت قطعات چینی اینقدر گرونه؟ دوستان بحث اینه که خودروسازهای چینی یه بخشی از فروش خودشون رو از طریق خدمات پس از فروش گرونتر توجیه میکنن یعنی خودرو رو ممکن ارزونتر بدن تو ما که ارزونتر نمیدن تو دنیا رو منظورم ولی خب قطعه رو گرونتر میدن و بعدش هم در نظر بگیرید قطعی که تیراش تولیدش پایین باشه و تو خود چین هم محصول محصولی نباشه که زیاد تولید شده باشه مثلا کلا از یه محصولی مثلا ممکن 50 تولید کرده باشن هم قطعی سخت در گیر میاد و هم قیمتش بالاتره و به هر حال این واسه کلی هم دلاله و کلی هم حال میکنن ببینید فکر نکنید ال ال الان چینی ها دارن چیکار میکنن چینا دو, دو... تا حالت داره که با ما دارن معامله میکنن یکی نفت داریم بهشون ارزون میفروشیم طبق گفته آیه پزشکیان حالا دور نیام به من تهمت بزنن گفت مطرح شد تو این بحث انتخاباتی که نفت ارزون میفروشیم جاش کالای بیکیفیت به بهمون میدن یه نکته دیگه هم که خیلی از دوستان میگفتن یکی از دوستان که حالا از این پولای نفتی استفاده نکرده بود و میخواست خط تولید لاستیک بیاره برامون تعریف میکرد میگفتش که ما میخواستیم بریم چین تو چمدون پول دلار گذاشتیم رفتیم دلار بهشون دادیم یعنی حتی برای ما هیچ خدمات بانکی دولت چین فراهم نکرد و این اتفاق هم تازگی افتاده پس ببینید ما به دلیل تحریم ها به جایی رفتیم که چینی ها کاملا دارن از ما سو استفاده می کنند. و واقعیتش اینه که تکنولوژی هم به ما انتقال ندادند تکنولوژی که به ما رسیده تو این سال ها، یا از طریق رنو رسیده یا از طریق پژو رسیده هر چقدر هم که بخوایم بهشون فوش بدیم به تکنولوژی که ما تو صنعت خودمون داریم از اونا رسیده بهترین خطوط تولید ما رو رنو توسعه داده توی ایران بهترین استانداردها رو رنو آورده و بهترین موتور از نظر دانش فنی هم آلمانی ها آوردند و اینها هم همه توی خیلی هاشون هم تو شرایط تحریم اتفاق افتاده یعنی اون سیاست اون دولت و سیاست اون مدیران عامل خیلی مهمه ببینید موتور EF7 توربو و یا موتور سه همه تو شرایط تحریم مرکز تحقیقات موتور ایران خود رو رفت و از شرکت های آلمانی دانشو گرفت چون یک حالا یک اراده ای بود که این کار انجام بشه پس اگر اراده کنیم حتی از همین شرکت های اروپایی هم میتونیم دانشمندی بگیریم اروپایی هم با چمدون از ما پول میگیره چینی هم با چمدون داره از ما پول میگیره اول اولا بعد اصلاً این شرایط درست بشه که ما بتونیم نقل و انتقال بانکی داشته باشیم تحریم های ذره در شرایطش درست در بشه و باید بعدا یک استراتژی واقعی در صنعت خودرومون داشته باشیم که مردم مهم باشن این حرفه مهم نباشه ببینید اگر مردم و کیفیت مهم باشن نه اون دلال ها نه اون آدم ها که بعدا امیدوارم اتفاق نیفته در مورد آقای پزشکیان و دوباره این مافیای خود رو دوره ایشون رو نگیرن و حرفاشون برگرده ولی اگر مافیای خود رو بیان و همون بلایی رو بیارن که در دولت های قبلی آوردند باز بازار همین گونه خواهد بود که هست خب بزنیم بینیم بچه ها دیگه چه ساله کردند یکی از دوستان نمیشه جوجه رو آخر پاییز میشمارم بله دقیقا جوجه رو آخر پاییز میشمارم من الان اصلا نمیتونم به هیچ کدام از این وعده های انتخاباتی که داده شده اعتماد کنم باید ببینیم که آقای پزشکان به وعده هاش عمل میکنه یا بعدا میگن نه عرض نبود حالا واردات انجام دادیم ولی خب با چه شرایطی وارد خودروهای دست دوم در شن مردم ایران نیست ممکن هست همه این حرفا رو بزنن برای همین باید یک کمی صبر کنیم و ببینیم واقعا ایشون به حرفاشون عمل کردند یا نکردند در بازار خودروی اروپا داره چه اتفاقی میفته برای خودروی چینی که دوستان سال کرد ببینید در بازار خودروی اروپا بهترین برندهای چینی حاضرن مثل بی وای دی برای اونها هم دارن تعرفه در نظر میگیرن اونها ملزم شدن که تکنولوژی انتقال بدن اگر بیان خط تولید بزنن و شروع کردن به این کارها و اون خط تولیدی که مثلا میان در اروپا میزنن که الان مثلا در مجارستان برنامه دارن یا در اسپانیا مدرن تر از خطوط تولید حتی خودشون شاید در چین باشه ولی این اتفاق در ایران نمیفته ما خطوط تولید خودروسازای چینی و شما اگه برید ببینید خندتون میگیره خودرو رو با گاری از اینور به اونور میبرن یعنی حتی خطوط تولیدشون در حد ایران خودرو سایپا هم نیست چرا این اتفاق میفته چون دلیل نمیبینن دارن ماشینشون میفروشن دیگه در مورد ارزی که دوستان پرسید این مشکل ارزی الان وجود داره درسته. ولی مشکل و چرا خودسادهای چینی دارن به ما خود را رو میدن چون که نفت دارن از ما حالا بر... بر اساس ادعای تیم آی پزشکان دارن نفت به ما ارزونتر میفروشند و اون نفت ارزون رو به جاش کالاهایی میدن که خودشون دوست دارن مثلا میگن بیا آقا بیا این چریه رو اینجا تو چین کسی نخریده برش رو ببر نازش هستت خب مشکل پلتفرم که گفتیم در در مورد مشکل تو سنت خودرو ما هم حالا اگه دقت کنید تارا مشکل داره شاهین مشکل داره خودروی جدید مشکل دارن امیدواریم ریرا آریا مشکل نداشته باشن ولی اگه در به همین پاشنه به چرخه من من چه نمیخوره باید ببینیم واقعا آیه پزشکیان کیرو رو میذاره برای وزارت سمت چه کسانی میان مدیران ایران خودرو سایپا میشن ببینید در مورد خصوص سازی که می... گفته میشه اگر خصولتی باشه بدتر از این مزیت میشه اگر خودروسازهای ما به قطع سازان یا بخشی از مافیای خود رو واگذار بشه شرایط واقعا بدتر از این میشه این دولتی باشه بهتره ولی اگه به یه بخش خصوصی واقعی واگذار بشه و یا به یه شرکت خارجی درست حسابی واگذار بشه نه اینکه فقط شرکت چینی بیان بگن مثلا چه میدونم چانگان بگه من پارس خودرو تو برمی‌دارم اون چلی بگه مثلا اون کارخونه تو برمی‌دارم اینجوری که دیگه بدتر شده دیگه یه پاس دادیم به چینی‌ها اگر حاضر بشن بیان درست تو ایران سرمایه گذاری کنن شرایط زیاد تغییر میکنه ما فقط با باز کردن بازار خودمون با واردات واردات خودروی دست دوم کاهش تعرفه ها و اووردن سرمایه گذارهای خارجی و ایجاد بازار رقابتی که میتونیم صنعت خودروی خودمون رو توسعه بدیم ایران خودرو و سایپا هم باید به بخش خصوصی واقعی واگذار بشن نه به مافیای خودرو نه به چینی ها و نه به بخش های خصولتی و اینا باید اگر پیدا کردیم بدیمشون به بخش خصوصی واقعی اگر پیداشون نکردیم به نظرم باید مدیریت درست رو صنعت خودرو بذاریم خیلی موقع مدیریت دولتی در صنعت خودروی ما تو خیلی از سالها بهتر از مدیریت خصوصی کار کردیم واقعیتی که برگردیم تاریخ صنعت خودرو ایران رو نگاه کنیم بعد از انقلاب هم بهش میرسین یعنی خیلی جا مدیریت دولتی بوده ولی کیفیتش از شرکت های خصوصی بهتر بوده بعدش هم ببینید خصوصی کردن همچین اتفاقی هم نمیفته الان مگه منتاشکارای ما منتاش خود خودروی چینی ما همه خصوصی نیستند وضعیت رو شما نگاه کنید چه وضعیت افتضاحیه چه محصولی آوردن چه تکنولوژی آوردن چه رقابتی ایجاد کردن باید بازار رقابتی باشه تا بازار رقابتی نشه و استانداردهای سخت برای تولید کننده گذاشته نشه تا سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی اتفاق نیفته بازار خودرو ایران تکون نمیخوره خب ببینیم که دوستان دیگه چه سوالاتی دارن در خدمتون هستیم من خب یکی نمیشه کدام صنعت ما صنعت خودرو نداریم ببینید واقعیت اینه که اینطوری هم نیست یعنی سرمایه گذاری در طی بیشتر از نیم قرن در صنعت خودرو ایران اتفاق افتاده ایران خودرو سایپا خطوط تولید خوبی دارن مخصوصا ایران خودرو مهندسان خوبی هم دارن استعدادهای خوبی هم دارن فقط باید یک مدیریت درست سرمایه گذاری درست و یک بازار رقابتی وجود داشته باشه تا این صنعت خودش رو تکون بده مونتاژکارای ما یا باید تعطیل کنن بنن یا باید واقعا انتقال تکنولوژی بدن اون چینیه شرکت چری شرکت دانفنگ باید خطوط تولید بیاره تو ایران با سرمایه گذاری خودش و با کیفیت خوب تولید کنه و کنار گوششم ببینه که مثلا تویتا داره میاد حتی دست دومش ببین شما حاضری خودت بریم یک نیسان قشقایی مثلا 15 هزار دلاری رو در بازار ایران بخری یا مثلا به چه میدونم تیگو هفته مثلا پرو بخری من خودم میرم نیسان قشقایی دست دوم میخرم به جای خود روی چینی حالا صفر درجه دو خب این بوزینه ها اگه در دسترس مردم باشه قطعا بازار تکون میخوره ولی من میگم من مافیای خود رو میترسم از این کاسبان تحریم میترسم آیا میگذارن بازار خود روی ما نفس بکشه؟ نمیدونم آیا خوشبینم؟ با وجود تمام وعده هایی که آیه پزشکیان دادن نه واقعا خوشبین نیستم دعا میکنم امیدوارم هستم که حرفایی که زدن واقعی باشه بازار رقابتی باشه بازار دست مافیا در بیاد از دست کاسبان و تحریم در بیاد مدیران درستی در صنعت خود روی ما بذارن سرمگذاری خارجی بیاد همه این حرفا قشنگه ولی باید ببینیم واقعا اتفاق میفته یا ما دولت دوم آقای روحانی رو تجربه میکنیم که واقعا از نظر عمل کردی وضعیت خوبی نداشت و اگر برین نگاه کنید همه وعده بود و هیچ اتفاق نیفتاد به عنوان مثال قرار بود موتور تیوان رو بیارن موتورهایی که هنوز که هنوز خطش افتتاح نشده سال 1100 فکر میکنم سه, سه, سال, سال قبل خط تولیدش رو انداختن و هنوز هم که هنوز ما تولیدش رو نداریم خب یکی نمیشه چرا موتور EF7 دوباره باید روی رفت این EF7 ای که رفته روی ریرا اون EF7 نیست خیلی قطعاتش تغییر کرده نسخه توربوشه نسخه پلاسشه ولی ببینید این موتور ما که تستش کردیم موتور خوبی بود ولی در نسخه های آزمایشی وقتی میاد مشکل تولید پیدا میکنه مشکل کیفیت پیدا میکنه مشکلات برقی پیدا میکنه و اونجاست که خودش نشون میده یعنی مشکلمون مشکل تولید مشکل کیفیت مشکل مدیریت مدیریتی که حاضر نمیشه خط تولید نگه داره و مشکلات رو حل کنه من با آی پیمان کارگر که صحبت میکردم آخرین مدیر موفق رنو در ایران میگفت من جلوی خط تولید رنو رو میگرفتم در ایران خودرو و سایپا و میگفتم ما مشکل نباید تولید کنید صدای مدیرای ایران خودرو و سایپا در میومد آقا بالا بدیم بازار تو ختم پس از فروش درستش میکنیم ولی ایشون میگفتن نباید محصول بدون مشکل بره وارد بازار بشه این مدیریت صحیحه امیدوارم آقای پزشکان از مدیران موفقی مثل آقای پیمان کارگر در صنعت خودرو ایران استفاده کنن مدیرانی که وقتی که تولید غلطه تولید اشتباه های کیفیت پایین جلو خط تولید رو بگیرن نه اینکه محصول بدن تو بازار بگن خب تو خطان پس از فروش مشکل رو برطرف میکنیم یکی گفته ماشین نداشته باشیم بهتر تا این آشقال رو تولید کنیم من میگم که ماشین وارداتی دست دوم سوار بشیم بهتره تا خودروهای سوار بشیم که ایمنی و کیفیتی مناسب ندارند. من خودم حاضرم کرولای دست دوم سوار بشم حتی ده ساله، سال سال 2012 ولی محصولات چینی که الان تو بازار ایران هست و این محصولاتی که در صنعت خودروی ما هست رو سوار نشم چون اون خودرو اصالت داره کیفیت داره مهندسی داره حتی اون ده سال قبلش هم از همه محصولات الان صنعت خودروی ما و صنعت خودروی چین جلوتره واگذاری پارس خودرو به چانگان قطعیه بعد ببینیم در دولت آقای پزشکان اتفاق میفته یا نه من خودم مخالف واگذاری شرکت های بزرگ خودروساز ایران به چینی ها میگم اگر میخوایم خودروسازهای بزرگمون مثل پارس خودرو مثل سایپا مثل حالا بخش خطوط تولید ایران خود رو واگذار کنیم به خودروسازهای بزرگ واگذار کنیم مثل مثلا رنو که نذاشتن مثل نیسان که نذاشتن یعنی باید شرایط تحریم برداشته بشه و این شرکت های بزرگ مونه بدیم به شرکت های مثل رنو و پژو یا نیسان میتسوبیشی و شرکت های درست سابی نه به چینی ها چینی ها اگر میخوان بیان همون که چانگان بیا تو ایران سرمایه گذاری کنه خط تولیدشو بیاره بهترین دانش فنیشو بیاره انتقال دانش فنی بده بیاد خودرو تولید کنه باید چینی ها رو مجبور کنیم که تکنولوژی و دانش فنی بیاورند الان نیاوردن خودروی اقتصادی که قرار بود با تولید بشه فعلا هنوز اتفاق نیفتاده در مورد TF21 هم هنوز اتفاق نیفتاده باید ببینیم که در دولت جدید چه اتفاق برای پروژه های متوقف شده نیفته پروژه TF21 به نظر من پروژه خوبی بود که متوقف شده به دلیل مدیریت جدید ایران خود رو هم متوقف شده حالا باید ببینیم با تغییر مدیریتی که در ایران خودرو رو احتمالا در چند ماه آینده اتفاق میفته و تغییر نگرش در وزارت سمت اون پروژه های خوبی که در صنعت خودروی ما متوقف شدن آیا تکون میخورن به عنوان مثال در سایپا ما پروژه بسیار خوب از نظر من مثل SB0 رو داریم که میتونه جایگزین خیلی خوبی برای محصولات پلتفرم تیبا بشه به جای اطلس و سهند ما میتونیم روی پلتفرم کوچیک شده شاهین محصولات خوب رو بیاریم تی اف 21 میتونه جایگزین مناسبی برای خودروهای مثل پژو 207 که البته 207 نیست 206 پلاسه رانا بشه در ایران خودرو ولی اینا همت میخواد در مورد پروژه رنو کوید به نظرم اون پروژه اگر این پلتفرمش ایمن بشه خوبه ولی پلتفرم رنو کوید پلتفرم ایمنی نبود و اگر بخواد تو ایران خود رو اقتصادی کوچیک سازی ای باید حتما پلتفرمش رو تقویت کنه. یکی نمیشه صنعت خود رو تعطیل بشه بهتره نمیدونم خودتون قضاوت کنید به نظرتون با این وضعیت تعطیل بشه بهتره یا ادامه داشته باشه پیشبینی من در مورد قیمت بازار خود رو چیه نمیتونم پیش بینی کنم الان خب الان بازار در رکود همه باید میبینن سیاست های آینده چی میشه منتظر قیمت ارزن حتما به چند تا چیز گره خورده بازار خود رو ایران یکی قیمت ارز نوسانات یکی واردات خودروهای دست دوم و این میتونه بازار خودروی ما رو کلا متحول کنه اگر واردات خودروهای دست دوم اتفاق بیفته با تعرفه مناسب و جلوش نگیرن و بذارن مثلا چند صد هزار خودرو وارد بشه حتما قیمت تو بازار خودروی ما منطقی میشه اگر قیمت دلار این حد بمونه یا بیاد پایینتر خب بازار خودروی ایران کنترل میشه ولی اگر قیمت بازار خودروی ایران به دلار بستگی داشته باشه که داره و قیمت دلار بره بالا قطعا قیمت خودرو هم بالا خواهد رفت و البته بازار خودرو ایران الان منتظر انتخابات آمریکاست و باید ببینیم که آیا آیا ترامپ میاد یا ای بایدن میمونه امکانی که الان هست اینه که آیه بیاد. آیا ترامپ بیاد یا ای ترامپ بیاد بعد ببینیم که آیا پزشکان مثل آیا روحانی میخواد باش کنه میخواد چیکار کنه چه اتفاقی میفته ببین همه اینا امکان داره هر لحظه هر تنشی میتونه قیمت خودرو رو به خاطر افزایش قیمت دلار بالا ببره یکی نوشته امیدوارم ترامپ بیاد نمیتونم من به عنوان خبرنگار نمیتونم امیدوار باشم کسی بیاد نم کسی بیاد. بره ولی اگر آیه ترامپ بیاد قطعا اوضاع خیلی پیچیده تر از این حرف ها میشه خب ممنونم از اینکه با ما در این گزارش پخش مستقیم همراه بودیم من حالا یک سری مسائل رو گفتم در مورد قیمت بنزین هم در یک پخش مستقیم دیگه در خدمتون خواهم بود و اونجا توضیح میدم چون یکی از وعده های انتخاباتی که دادن در مورد قیمت بنزین بود اولی چیزی گفتن بعد دیگه گفتم و داستان خیلی داستان پیچیده یه در مورد قیمت بنزین من به صورت خلاصه اگر بخوام در مورد قیمت بنزین بگم که بعدا هم توضیح میدم ببینید اگر بخوان قیمت بنزین رو بر اساس قیمت جهانی بنزین کنن اولا باید کیفیت بنزین کیفیت بنزینی باشه که قیمت جهانی یا حالا حاشیه خلیج فارس داره واقعا که کیفیت بنزین ما اون نیست پدر محسوسی جای داره در میاد دوم شما باید خود خوب به مردمت بدی و بعدا قیمت رو جهانی کنی نمیشه محصول بدی که مصرفش بالا باشه بی کیفیت باشه و بعدا بگی نه قیمت باید قیمت جهانی باشه هر وقت قیمت رو خواستیم نزدیک کنیم به قیمت جهانی اولا باید بازار خود بازار خود رقابتی باشه بعد بعد درآمد مردم اون ورسه درآمد مردم جهان باشه مگه الان یک مهندس یک کارگر توی ایران مثلا اندازه خلیج فارس یا ترکیه یا اروپا حقوق میگیری شما ازش میخواین که بنزین رو قیمت جهانی بهش بدین مگه شما برق رو دارین به و این چین به قیمت جهانی میدین مگه مهندسمون که داره برای چینیا کار میکنه یا داره ایران خود رو کار میکنه داره من قیمت جهانی پول میگیره هر وقت اونا رو قیمت جهانی کردین بنزین هم قیمت جهانی بشه این چیزیه که خیلی مشکل میکنه قضیه این هر وقت خودروی خوب با کیفیت مثل جهان به مردم دادیم هر وقت کیفیت بنزین اون کیفیت خوبی بود حتی حداقل حقوق اون مثل جهان بود اون وقت قیمت بنزین اون هم میشه مثل جهان نمیشه بگیم نه قیمت بنزین اون باید مثل جهان باشه ولی مثلا کیفیت باید این باشه حقوقتون باید مثلا یک دهم ده باشه اینجوری واقعا نمیشه در مورد قیمت بنزین حالا در مورد در ادامه صحبت میکنیم برای خود دولت هم یک گیره هست و باید ببینیم چجوری میخواد مشکل قیمت بنزین رو حل کنه ممنون ممنون از اینکه با من در این گزارش پخش مستقیم همراه بودیم تا برنامه بعدی خدا نگهدار.